ای دریای بیکران انسانها بپاخیزید. ما تو بچگی حس می کردیم امام مخاطبش بشریت، لذت می بردیم از این مرد بزرگ. امام به قدرت مردم معتقد بود. دردناکترین واقعه در جهان بشریت برای یک انسان چیه؟ بزرگترین رنج که یک انسان بزرگ رو به خودش می پیچونه، ناله میزنه، فریاد میزنه، زجه میزنه چیه؟ بنده تصور میکنم بزرگترین رنج بدی تک تک آدم ها نیست. بزرگترین رنج اینه که قدرت هایی بر انسان ها مسلط باشن، اونها رو به زور وارد بدی ها بکنن و اونها رو به زور مانع بشن که آدم های خوبی بشن. بزرگترین دردهای یک انسان کامل دردهای سیاسیه. تو عرصه سیاست هست که قدرت ها سلطه پیدا میکنن بر جوامع بشری. مثلا این انسان ها میتونن نجات پیدا کنن، میتونن رو پای خودشون بایستن، میتونن حق خودشون رو بگیرن، میتونن آزاد و آباد زندگی بکنن. سیاسیون فریبکاری از طرف اینها رو فریب میدن، از طرف اینها رو به سلطه میکشن یا به زیر بار سلطه طلبان میبرن. خدا لعنت کنه چنین سیاستمداران خبیثی رو. اینها از همه زناکارها، چاقوکشها، از همه شرابخورها، از همه عرقخورها و دروغگوها و بداخلاقها بدترن. رذالت اینها حد و حصر نداره. انسانهایی که میان تو موضع سیاست و قدرت قرار میگیرن، مردم رو مهار میکنن که مردم قدرت خودشون رو نبینن، مردم نتونن خودشون رو آزاد بکنن. دو گروه میتونیم تصور بکنیم. شما بگید کدوم رذل ترن؟ آدم کجا دردمند میشه؟ اونجایی که میبینه قدرتمندان در جوامع دموکراتیک به فریب رأی مردم، در جوامع دیکتاتوری به زور اومدن مردم رو مهار میکنن که به سمت سعادت نرن، مردم رو مهار میکنن که آزاد نشن، آباد نشن. یه عده ای از مستکبرانی که مردم رو بهشون زور میگن به خاطر خودشون، اینا خیلی آدم های رذلی هن، خیلی بیادبن، اگرچه همیشه اتو کشیدن، همیشه با کلاس رفتار میکنن. دومین گروه از سیاستمدارانی که مردم را مهار میکنن، جوامع بشری را کنترل میکنن که آزاد نشن، آباد نشن، سیاستمدارانی هستن، قدرت طلب هایی هستن که مردم خودشون رو تحت ستم مستکبران دیگه قرار میدن، واسطن بدبختا. خدا شاهد اینا رذل ترن. دیکتاتورها، کارتل ها و تراست های خوناشام، همین رژیم قاسب صهیونیستی که برای خودش داره جنایت میکنه، اینا سگشون شرف داره. بر سیاست مداران کشورهای جهان سوم که ملت خودشون رو به بردگی اونها در میارن. اینها پلیدترین انسانهایی هستن که خدا در طول خلقت آفریده. به عشق دستهای قطع شده ابوالفضل العباس باید بر دستان سیاست مدارانی که ملت خود را آزاد می کنند بوسه زد و شمشیر ابوالفضل العباس رو باید بر فرق سیاست مدارانی که ملت خودشون رو در مسیر آزادی مهار می کنند کوبید. بعضی از سیاست مداران مورد غضب ابوالفضل العباس هستند. سیاست مدارانی که به ملت خود ما نمی توانیم می گویند. ای خدا اون شمشیر انتقام ابوالفضل العباس رو برسون جلو چشم ما، گردن این سیاستمداران زده بشه جلو چشمهای ما، جگر ما خنک بشه، ملت ها همه آزاد بشن تا کسی دیگه نباشه به ملت ها بگه نمی توانیم آزاد باشیم، بیایید به بردگی تن بدیم. درد کجاست؟ آدم با کدام درد مقام پیدا می کند، بالا می رود؟ با درد خودش، با درد خانوادهش، با درد جامعهش، صنفش، گروهش، حتی ملتش، با درد بشریت انسان بالا میره.